امیدوارم آقای آبراهامیان پاسخ این حرفی رو که ایشون زدن که انسان 900 سال عمر می‌کرد و به تدریج عمرش کم شد به دلایلی که خودشون توضیح دادن، ایشون یه توضیح بدن. و سوالی از ایشون دارم آقای افشین. خب این پاسخو که شما ما دادین که انسان عمرش به تدریج کم شد، ولی در تورات میگه که زمین صافه. آیا پاسخ شما چی هست؟ آیا این هستش که در اون زمان که تورات نوشته میشد زمین صاف بود و به تدریج زمین بیضی شکل و گرد شد؟ یک این پاسخ من اگه لطف کنیم بفرمایید. و یکی، من در زمانی که آمریکا به عراق حمله کرده بود یک کانال تلویزیون مسیحی‌ها رو میدیدم و من دیدم که اینها بسیار شادی میکردن، این کشیشای آمریکایی مسیحی، و میگفتن آیه چیز داره. وقتی که اینا بم میریختن روی شهرهای عراق، اینها خوشحالی میکردن و میگفتن این آیه تورات، انجیل مستجاب شد، این اینجوری شد. من رفتم بایبل رو خوندم به خاطر عکس العملی که اونا میکردن. تمام اون به خصوص عهد عتیق، تمام این اتفاقایی که در عراق افتاد، این در اون کتاب گفته که بکنین برین بابل رو بزنین، داغون کنین، جووناشون رو بکشین، جسداشون رو توی خیابون بندازین، شهرشون رو آتیش بزنین که دیگه گیاهی نرویه. آیا شما میخواین بگین که ما باید این خدا رو قبول داشته باشیم؟ و یک سوال دیگه از شما دارم، آیا شما قبل از اینکه مسیحی بشین مذهبی داشتین و معتقد بودین به اسلام؟ اگه اینو لطف کنین به من بگین خیلی ازتون ممنون میشم. و چی شد؟ چه معجزه‌ای اتفاق افتاد؟ من هم مثل آقای آبراهامیان هیچ کدوم از این سه تا دین سامی رو قبول ندارم. و خانم خلاصه بفرمایید. بله، ممکنه بفرمایید، چون من اکثر کسایی که میبینم رفتن مسیحی شدن یکی از اون مسلمان‌های خیلی معتقدی بودن که حالا همون اسلامی رو که داشتن در مسیحیت آوردن. خیلی ممنون میشم اگه اینو به من پاسخ بدین. شبتون خوش. جناب کشیش افشین، تمنا میکنم. من شما من رو با آقای حسنی مقایسه کردید، نمیدونم این رو به چه صورت میتونم از شما تشکر کنم یا از شما ناراحت بشم. به هر حال از این مطلب که بگذریم، شما هم مثل آقای ابراهامیان نه چیزی رو ثابت کردید نه چیزی دفاع کردید، دور ایستادید و میگید که این کارو کرد اون این کارو کرد. و هر دینی باید بتونه از اینکه ما از کجا آمدیم، منشأ ما و داستان آفرینش صحبت بکنه. هر فلسفه‌ای چه چیزی به زندگی ما مفهوم میبخشه. عرضم به حضورتون معیارهای اخلاقی و تعریف از انسان چی هستش، ابدیت و زندگی پس از مرگ رو چطور تعریف میکنن و اینها از نظر منطقی با هم در تضاد نباشن، نظر علمی و تاریخی بشه پشتیبانیشون کرد و از نظر تجربی تو زندگی ما قابل استفاده باشن. در رابطه با اینکه کشیشان شادی میکردن بر بمب‌هایی که بر عراق ریخته میشد و شما رفتید تو کتاب مقدس اون قسمت‌ها رو خوندید بدون اینکه بالا و پایینش رو بخونید و ببینید جریان چی بوده، من واقعا متاسفم، نمیدونم از طرف اونها عذرخواهی بکنم. من برای این که وقتی که خونریزی میشه، کسی کشته میشه، فکر نمی‌کنم بتونم شادی بکنم و همینطور شما و هر انسان دیگه. من به مسیح ایمان آوردم بر اساس اون عقل آزاد و تحقیقاتی که کردم. من بله مسلمان بودم، ولی بعد به صورت بی خدا سالها زندگی کردم. دورانی که در دانشگاه بودم به طور بی خدا زندگی میکردم و همینطور که آقای آبراهامیان گفتن، منم به فلسفه دیوید هیوم معتقد بودم که انسان به خاطر ضعف‌هایی که داشت و عدم شناختش از وقایع طبیعی به خدا ایمان آورده و خدا رو برای خودش ساخته و همینطور که ایشون میفرمایند بعد از بین خدایان خدای رو به خداوندی رسونده. نه، اینها نیستش. و من نمیتونم به 30 تا حمله در طی 5 دقیقه جواب بدم. گفتم خیلی خوشحال میشم که پاسخگو باشم و حالا اگر این پاسخ ها رو شما بپذیرید یا اینکه از زاویه نگاه بکنید و بگید اینها پاسخ نیست، اون دیگه شما آزادی دارید که دوست دارید من رو با هر کس مقایسه بکنید و یا پاسخ رو بپذیرید یا نپذیرید، اون دیگه به قول آقای ابراهامیان به خرد نیک شماست که چطور بررسی میکنید. از اتاق فرمان خواهش میکنم که تلفن تلویزیون رو از روی صفحه بردارن و تلفن پیغامگیر من رو محبت کنند، کارگردان عزیز فنی امشب، روی صفحه بگذارن برای گذاشتن پیغام و اظهار نظرتون در مورد این برنامه. چنان که عرض کردم، برای حمایت و توسعه این نوع برنامه ها و تلویزیون آپادانا ما نیاز به همیاری بینندگان عزیز همیشه داریم. با تهیه نوارهای برنامه نسیم شمار می توانید این برنامه را در راه توسعه این نوع برنامه ها همیاری و بکنید و مشارکت خودتون را ابراز بفرمایید. تلفن خود من هست، خواهش میکنم فکر نکنید از طریق این تلفن میشود با تلویزیون تماس گرفت.
چهار خطی که روی صفحه تلویزیون رو الان تونستن تلویزیون رو بگیرن باشن، باشون صحبت میکنیم و بعد از اون برنامه رو خواهیم بست. آقای هومر شما هم پاسختون رو بفرمید. بله، در مورد اون پرسش نخواستشون که شوربختانه کشیش افشین پاسخ نگفتن، بی تردید فراموش کردن که پرسش این بود که کره زمین صاف بود. بله این درسته، در کتاب مقدس بارها به این نکته اشاره شده است که بهترینش کتاب یوشع نبی هست، اگر اشتباه نکنم باب دهم، که یوشع در حال جنگ هست، یوشع جانشین موسی است و یکی از سرداران بزرگ بنی اسرائیل که در حال جنگ هست با دشمنان، که پیش از فروشد خورشید نگران بود که اینکه اگر خورشید بنشینه و نمیتوانه همه رو بکشه، و به خورشید دستور میدهد که ای خورشید بر آسمان، ای آفتاب بر آسمان جبعون بیست، و ای ماه تو بر وادی ایلول، و ماه و خورشید هر دو می ایستند. و خداوند این رو اجابت میکنه و پس از اینکه حالا چندین ساعت به جای فرض کن 2 ساعت مونده بود تا فروشد خورشید، 15 ساعت دیگه طول میکشه تا آخرین نفر رو میکشن، و سپس او هست که مرخص میکنه که خورشید رو که به راه خودش ادامه بده. بنابراین این از همینجا پیداست که هیچ شناخت و آگاهی نسبت به شرایط کیهان در کتاب مقدس، نه در اسلام، نه در قرآن، نه در تورات و نه در انجیل، هیچ شناختی نسبت به کیهان نیست. آنچه که هست اندیشه های برداشت های انسان های دوران 3-4 هزار سال پیش از میلاد هست، همانند شبانانی که به آسمان نگاه میکنن در یافتاشون همون همچنین بود. و اما این اشاره فرمودن به اینکه کشیشان شادی رو کردن در یورش به عراق و کشتن زنان و بچگان عراقی، من پیشتر به این موضوع اشاره کردم که شوربختانه این تنها ویژه کشیشان نیست، بلکه ویژه همه ادیان دیگر هست. زنی رو که در ایران سنگسار میکنن، شما نگاه کنید فیلم هاشون رو که مردم چگونه جمع میشن میگن بزن 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 بزن، چرا که تایید خداست، تایید فرمان خداست، اونها برای فرمان خداست که شادی میکنن. و این رو شما در همه ادیان سامی خواهید دید، و به همین رو هست که ما میگوییم که هر سه رو باید کنار گذاشت. من پاسخ دیگری ندارم. سپاسگزارم. یک میتونم در جواب اون سوال که ایشون فهمیدن که من فراموش کردم مطلبی رو بگم. ایشون سوال در رابطه با عرضم به حضورتون که من مجدد از ذهنم رفت، ببخشید، سوال آیا ابرامیان سوال چی بود که فرمودید من فراموش کردم؟ این بود که زمین صاف است. آره. آیا ابرامیان در زمین به دور خورشید نمیچرخه؟ بله. ببینید، در کتاب مقدس همچی چیز گفته نشده. البته اون قسمتی که این خانم محترم بهشون اشاره میکردن از کتاب یوشع گرفته نشده. شما میخواستین اون مطلب رو هم پیش بکشید، چون میدونید من وقت ندارم که پاسخ بدم، ولی در هر حال این قسمت از کتاب اشعیا گرفته شده. وقتی در کتاب اشعیا میگه چهار گوشه زمین، خیلی معتقد بودن، میگفتن که چون کتاب مقدس میگه زمین به قول معروف صاف هسته، چهار گوشه زمین یک اصطلاح عبری هسته، شما با زبانهای سامی که ریشه در زبان اکیدیان دارن آشنا هستی، چهار گوشه زمین یعنی به معنای تمام دنیا. هیچ وقت کتاب مقدس اشاره نکرده که زمین صافه، برعکس در کتاب اشعیا همون کتاب 2 باب بعد اشاره شده که خدا بر کره زمین، یعنی از کره زمین صحبت کرده و که زمین صاف نبوده که به ارزم به حضورتون گردی برسه. و ما اینجا در قسمت علمیش، در هر قسمتی که صحبت کردیم، قادر هستیم که ازش دفاع بکنیم. اگر گوش شنوا باشه، با کمال میل در خدمتتون هستیم در هر سطحی که مایل هست. آقای هومر ابرامیان، بینندهی چند بیننده پرسیدن که چطور می شود با شما در تماس بود و آیا شما کتابی از خودتون دارید یا نه؟ بله، من کتاب مدینه فاضله یوحنا و گاو باردار در سال 1358، یک سال پس از رخداد شوم انقلاب، در ایران چاپ شد و امروز نایاب هست شوربختانه. اما دوستانی که میخوان با من در تماس باشن، از راه ایمیل homer@abramian.com گاهی من رو ابراهامیان صدا میکنن، نداره، abramian.com homer@abramian.com این ایمیل من هست، دوستان میتونن از راه ایمیل با من در تماس باشن. سپاسگزارم. اجازه فرمایید که بیننده دیگری رو خواهش میکنم از تلفن به تلویزیون خودداری بفرمایید. تلفن پیغام گیر من هم برای اظهار نظرتون هست و اظهار نظرتون در مورد برنامه، و اگر بخواید نوارهای برنامه رو تهیه بفرمایید. و خواهش میکنم، دیگه وقتی برای گرفتن سوال تازه ما نداریم، همین 4 نفری که روی خط هستند باشن تا ما بتونیم سوالاتشون رو بگیریم و برنامه رو ببندیم. نسیم شمال، آپادانا اینترنشنال، بفرمایید. سلام. سلام خانم.
شبتون بخیر باشه. شب شما هم بخیر. اول از همه من میخواستم به خدمت این دوستان بگم که ما من کلن که از رشته من ادیان بوده، بله، مقدار زیادی مطالعات داشتم و مثلا فرض کنیم که انجیل یا تورات که خوندم هم به زبان فارسی هم چاپ های گوناگونشون و با اینا رو با هم دیگه تطبیق دادم. خواستم به این دوست عزیزم میگم اولا کلن طبق اون آیه هایی که من مقایسه کردم به همه یکی بوده، کلن دین مسیح به عنوان دین جداگانه نیومده. طبق نوشته های کتاب انجیل کلن خود حضرت مسیح زمانی که با زنی از کنعان برخورد میکنه میگه اومده که گوسفندهای گمشده دین یهود رو گرد هم بیاره. یعنی اینو میخوام بهتون بگم که اصلا دینی به عنوان دین مسیحیت و یهودیت در پی نبوده. این از این. دوم اینه که شما استناد به این میکنین که میگین که حضرت مسیح همون خداست. حالا من میخوام اینو به شما بپرسم چطور شیطان میاد خود خدا رو فریب بده در روی زمین؟ یعنی اگر فرض کنین که خدا اومده توی شکم حضرت مریم از همون مسیری که من به دنیا اومدم، اون خودش هم به دنیا اومده. و میخوام یه چیزی بپرسم، شما چطور میتونید معتقد باشین که ما به اون یگانگی که اعتقاد داریم اینقدر نادان باشه که مجبور بشه بیاد تو کره زمین، عبت یه زنی زایده بشه، بزرگ بشه و بعدن تا بتونه رنج منو لمس کنه؟ پس این خودش میشه زد، یعنی متناقض با اون چیزی که ما میگیم خدا جمع اون همه چیزهایی که ما میخوایم داشته باشیم و احتیاجات ما از این، یعنی خودشو نقض میکنه. سوم اینه که من میخوام به آقایون تمام رهبران مذهبی بگم، اول بگم که من نه کمونیستم نه تودهیم نه نمیدونم چی، من فقط دین و گوه از زندگیم گذاشتم کنار. فقط خلاصه بگم، شما چطور به خودتون دانسته که میدونین که تمامی ادیان باعث میشه نفرت، کینه و دشمنی رو بین انسانها ایجاد کنه؟ شما در واقع خدا رو نش نمیدین، محبت رو نش نمیدین، علارغم اونی که ادعا میکنین، در واقع دارین نفاق و دوری و کینه ورزی رو به انسانها رواج میدین با اون عقیده شون. آیا این زمان فکر میکنین در این دوره ما بس نیست برامون که تمام این دین و اسما رو بزنیم کنار، اول خودمون رو نگاه کنیم، بعد بریم یکی رو تو آسمان پیدا کنیم به اسم اون هم دیگر رو بکشیم؟ سپاسگزارم، از تلویزیون توجه بفرمایید. آقای هومر بفرمایید شما. من جناب فرزنده خیلی خیلی اندک دریافتم، صدا مرتب قطع و وصل شد، ولی تا بخش پایانی رو فقط فهمیدم که ایشون اشاره فرمودن به اینکه همه این ادیان سامی همشون به جای اینکه خداپرستی رو و مهر و محبت رو تبلیغ بکنن کینه و دشمنی رو، درست دریافتم؟ بله درسته. بله، برابری من پاسخی ندارم، ایشون خودشون همه سخنان من رو گفتن و من سپاسگزارم از اینکه این همیهن به این نکته توجه دارن. امیدین که همه همیهنان ما روزی بیدار بشن و بدانن که این ادیان سامی جز اینکه ما رو دچار روزگار بدنجار بکنن چیز دیگری به ما ندادند. جناب افشین، البته مسیحیان تاریخچه خدمتشون به جهان ثابت شده است، چیزی نیست که من لازم باشه در رابطه باهاش توضیح بدم و فکر میکنم که همه اونها چه در ایران چه در هر کشور دیگه ای ارزم به حضورتون دیدن شکنجه شدن مسیحیان رو، ولی محبت کردنشون رو به انسانها و انسانیت. تمام بیمارستانهایی که ساخته شد، تمام خدمتهایی که شد، مسیحیان درش دست داشتن و پیش تاز و پیش قدم بودن. به خود کشور ما چقدر خدمت کردن مسیحیان و در این میان کشت و کشتارهایی که شد، خب میگم هیچ هر دینی البته خودش باید دفاع بکنه، چه زرتشتیان از کشتارهایی که از تمام ادیان کردن مخصوصا از مسیحیان و چه بقیه ادیان، هر کس از خودش میتونه دفاع بکنه، ولی آنچه که مسیح ازش صحبت کرد این بود که
اگر به صورت تو سیلی زدن طرف دیگر رو جلو بیار، مسیح خونریز نبود و هیچ تعلیمی شما در انجیل نمیتونید پیدا کنید که اشاره به خونریزی میکنه. از این بگذریم. هموطن عزیز من و بقیه هموطنان من، دنیا در این قرن به اونجا رسیده که ما آزادانه بتونیم بنشینیم و حقیقت رو که آقای آبرامیان ازش صحبت میکنن و من وقت نداشتم در موردش صحبت کنم، بتونیم حقیقت رو پیدا کنیم که حقیقت چی هست. پنتیوس پیلاتوس از مسیح پرسید حقیقت چیه و کلام خدا میگه روشو کرد و برگشت، یعنی وای نستاد که مسیح جواب بده، که مسیح قبلا گفته بود که من حقیقت هستم. او تجسم حقیقت بود و حالا در رابطه با ذات حقیقت الان نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی ما به اون حد از آزادگی رسیدیم هموطن عزیز که ناراحت نشیم از اینکه دو نفر با هم مناظره میکنن. ما وقتی با هم مناظره میکنیم قصد ما این نیست که، یعنی قصد من این نیست که بقیه ادیان رو بکوبیم، بلکه حقیقت رو جلوی شما بگذاریم و شما با آزادگی و با هوش و استعدادی که خدا بهتون داده و یک روز پاسخگو خواهید بود برای این هوش و استعدادی که خدا به شما داده، بتونید انتخاب بکنید. من فقط همین رو میتونم عرض کنم. یک اظهار نظر در اینجا داریم. من فکر میکنم این سوال نیست، اظهار نظری است از بیننده همیشگی برنامه‌های تلویزیون آپادانا آقای حمید ایزدی و ایشون نوشتن که جناب آقای فروزنده، در یک سال 100 سال اخیر به علت به وجود آمدن تکنولوژی انسان‌ها با هم تماس بیشتر پیدا کردند و دعوا بر سر اینکه کدام دین درست است یا نیست بالا گرفته شده است. چرا خدا یک پیغام نمی‌فرستد به زمین که کدام دین درست است و این گونه از دعوای بین دین‌ها جلوگیری کند و همچنین آقای فروزنده هم مجبور نباشند این همه برنامه تلویزیونی در این مورد اجرا کنند و کارشان ساده تر شود؟ خب خیلی ممنونم، برای رفع خستگی بسیار اظهار نظر جالب و خوبی بود. اجازه بدید بیننده دیگری رو بگیرم. نسیم شمال آپادانا اینترنشنال بفرمایید. الو بفرمایید خانم. برنامه نسیم شما؟ بله در خدمتتون هستم. با تشکر و خسته نباشین به شما. من یه تقاضایی داشتم ازتون. تقاضا من از آقای آبرامیان این بود که لطفا ایشون با تحقیقات و مدارک و پشتوانه کامل صحبت کنن. من نظرات ایشون رو دیدم در مورد مسیحیت، من خودم یه مسیحی ساده هستم، ولی انقدر جوابای ایشون، یعنی یک مسیحی ساده خیلی راحت متوجه میشه که جوابای ایشون خیلی راحت قابل حله و این همه بحث و گفتگو نداره. و از آقای کشیدفشین میخواستم تشکر کنم که خیلی جامع و کامل با این همه وقتی که وقتی کنی که در اونجا من دیدم تونستن جوابشون رو بدن. ولی سوالی که از خود آقای آبرامیان داشتم این که شما که همه حرفاتون رو فقط با خردگرایی، یعنی همه استدلال شما فقط خردگرایی بود، خردگرایی که شما ازش صحبت میکنی واقعا چی هست؟ آدمو به کجا میرسونه و چی رو ثابت میکنه؟ واقعا اون ایمان، اون مفهوم زندگی، اون حقیقت و اون ابدیت رو به ما میده یا نه؟ بعد دیگه این که از آقای کشیدفشین و از آقای آبرامیان میخواستم بپرسم که شما یه از زرتشت فکر میکنم صحبت میکنین، اصلا تاریخ تولد اوستا و حقانیت کتابی که ازش صحبت میکنین واقعا میدونین و میتونین ثابت بکنین این حقانیتش رو؟ سوال من این هست و فکر میکنم که نظر دیگه که داشتم این که خانم بسه، برای اینکه وقت براش نیست دیگه. خیلی متشکرم. من فقط داشتم این بود که بفرمایید اگر فکر میکنم توی این برنامه بعد از حقانیت کتاب ها صحبت کرد، اگه مشخص بشه که واقعا کدوم کلام درسته و حقیقت ثابت بشه، فکر میکنم این مشکل حل میشه. سپاسگزارم از تلویزیون توجه فرمایید. ممنون از شما. تشکر. از اتاق فرمان استدعا میکنم که اون نشانه نسیم شمال و آپادانا رو لطف کنم بگذارن که معلوم بشه برنامه در کدوم تلویزیون در حال اجراست. آقای افشین شما بفرمایید. جانم تشکر میکنم از صحبت هاتون. عرضم به حضورتون که من در رابطه با زرتشت و زرتشتیت تحقیقاتی دارم که دوست دارم حالا اگر وقتی باشه بعد در حضور آقای ابرامیان باشم بیشتر به این مطلب برسیم. حقانیت کتبی رو که زرتشتیان استفاده میکنن غیر قابل اثبات هستش و زرتشت که کجا متولد شده و کی بوده بین تئوری های خیلی مختلف در این زمینه هستش و من اینجا نیستم که از این دفاع کنم. آقای ابرامیان حتما میتونن از این مطلب دفاع بکنن. و در رابطه با اینکه اگر حقانیت هر کلامی ثابت بشه و این به قول معروف کتاب ها هستن که دارن با هم مقایسه میشن، کاملا با شما موافقم. سوال دیگر از آقای ابرامیان هست. آقای ابرامیان ببخشید شما به اون سوال پاسخ بدید، معذرت میخوام. بله من
اینکه فرمودن من از خردگرایی پدافند میکنم وصف فارس فایده این خردگرایی چیز و خردگرایی آدمی رو به کجا خواهد رسانید. آدم خردگرایی آدمی رو به شادزیوی به بهزیوی این جهانی خواهد رسانید. و اینکه فرمودن که پرسیدن آرمان آدمی از آمدن به این جهان چیست، بر ما بنای این خردگرایی آرمان آدمی یا هدف از آمدن و رفتن چیزی نیست به جز تازه کردن جهان، یعنی آن دانش بزرگی که پدید آورنده جهان هستی است. از اونجایی که خودش دست و پا نداره اما ما دست و پای او هستیم بر روی زمین، هر یک از ما وظیفه مندیم هر روز در راستای بهسازی این جهان بکوشیم و این جهان رو به سوی بهتری و به سوی آشتی و صلح جهانی پیش ببریم. و اما اینکه حقانیت کتاب‌های ارسطو چه هست، اصلا واژه حقانیت یک واژه بسیار بسیار سامی و به ویژه برمیگرده به ادیان ابراهیمی مانند اسلام و دیگران. سخن از حقانیت نیست. شما آیا حقانیت دین اسلام رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ حقانیت ابراهیم رو میپذیرید؟ حقانیت عیسی مسیح رو میپذیرید؟ اگر اینها پذیرفتنی هستند، جنگ میان این سه در درازای این تاریخ کجاست؟ برای چیست؟ چرا اینها بالاخره با هم به یک سازشی به حقانیت نرسیدن؟ اشاره کردید به کتاب اوستا هیچ پیوندی با زرتشت نداره و اینکه زرتشت کجا زاده شده چه گفت، اینها اصلا مسئله نیست. مسئله یک چیز هست، آیا انسان با خرد میتوانه به جایی برسه یا نه. اونچه که امروز جهان رو بهتر ساخته، البته نمیگم که جهان خیلی خیلی خوبی هست چون خرد هنوز آمیخته شده است با مسائل دیگری، ولی خرد هست که شما رو میتوانه سوار یک اتومبیل بکنه از جایی به جایی ببره. خرد هست که میتوانه زندگی راحتی فراروی شما بگذاره. و اگر خدا میخواست که این ادیان با هم سازشی داشته باشن، خودش کارشو میکرد. برای همین اینها میگوین که این دین خداست.